توی این ویدیو قرار نیست این میکاپ رو بهتون یاد بدم، اما قرار رو بهتون یاد بدم چجوری از موهاتون توی حمام مراقبت کنید. توی ویدیو راههای مراقبت از مو قبل از حمام بهتون گفتم اگر از ماسک یا روغن استفاده میکنید حتما موهاتون رو با کلاه بپوشونید که موهاتون عرق کنه و بهتر جواب بگیرید. و الان اومدم یه نکته دیگه همش اضافه کنم، اگر که روغن یا ماسک نمیزنید یه حوله رو بندازید توی آب گرم، آب اضافه‌ش رو بگیرید و اون حوله رو بپیچید دور سرتون و بذارید 20 دقیقه روی سرتون بمونه. توی این 20 دقیقه بخاری که این حوله به موهاتون میده باعث میشه که هرچی چربی و گرد و خاک روی منافذ سرتون نشسته بالا بیاد و راحت‌تر موهاتون شسته بشه. حالا اولین چیزی که واسه مراقبت از مو توی حمام باید در نظر بگیرید دمای آبه. دمای آب باید سرد یا ولرم باشه، چون این دما فولیکول موهاتون رو میبنده، رطوبت توی موهاتون حفظ میشه و نتیجهش میشه موهای سالم، شاداب و براق و با فریز کمتر. ولی آب داغ چربی طبیعی موهاتون رو از بین میبره و فولیکول موهاتون رو باز میذاره و رطوبت از موهاتون میره و در نتیجه موهاتون خشک میشه. دومین چیزی که خیلی هم مهمه استفاده از یه شامپویه که مناسب موهای شماست و ترجیحاً مواد شیمیایی کمتری هم داره، مثل پارابن فری یا سولفات فری، که این مواد شیمیایی باعث یه سری ناراحتی‌های پوستی و حتی آلرژی میشن و حتی باعث خشکی موهاتون میشن، پس بهتر که از اینا دوری کنید. واسه شامپو زدن یه اشتباه رایجی که بین ما هست اینه که احساس میکنیم 2 تا 3 دست بعد موهامونو شامپو بزنیم تا حسابی تمیز شه، در صورتی که یه بار شامپو زدن موهاتونو تمیز میکنه و این شامپو زدن اضافه فقط موهاتونو خشک و بیجونتر میکنه و شما باید در صورتی موهاتونو دوباره بشورید یا دست دوم شامپو بزنید که احساس کنید هنوز اون چربی و کثیفی توی موهاتونه و نیاز دارید که دوباره شامپو بزنید. اشتباه بعدی اینه که شامپو رو به کل موهاتون میزنید، در صورتی که واسه شامپو زدن باید تمرکزتون روی ریشه موهاتون باشه و شامپو رو به کف سرتون بزنید و با ماساژ دادن سرتون رو از چربی و پوستای مرده و گرد و خاک تمیز کنید. شامپوی اضافه‌ای که به بلندی و ساقه موهاتون میزنید چربی طبیعی موهاتون رو میگیره و موهاتون رو خشک و بیجون میکنه. پس واسه شامپو زدن اول حسابی موهاتون رو خیس کنید، بعدش به کف سرتون شامپو بزنید و حدوداً 3 دقیقه کف سرتون رو به صورت دورانی این شکلی با نوک انگشتاتون ماساژ بدید. به غیر از اینکه کمک میکنه موهاتون تمیز شه، کمک میکنه که گردش خون توی فولیکول موهاتون بیشتر شه و باعث رشد بهتر موهاتون شه. بعدش با فشار آب آروم موهاتون رو بشورید و اصلا نیاز نیست که موهاتون رو چنگ بندازید یا توی هم گره بزنید یا نمیدونم به هم بسابید. موهاتون رو آروم با فشار آب بشورید و از دستتون کمک بگیرید، فقط این شکلی، ببینید این شکلی، کمک کنید با فشار آب موهاتون تمیز شه. و یادتون باشه که مو زمانی که خیسه توی شکننده‌ترین حالت ممکنشه، واسه همین زمان شامپو زدن و نرم کننده ماسک هر چیزی که به موهاتون میزنید و به حداقل برسونید، بیشتر از 15 دقیقه نشه تا این آسیب دیدگی و شکنندگی موهاتون کمتر شه و اینکه شما همتون نیاز ندارید که هر روز موهاتون رو شامپو کنید. حالا میریم سراغ نرم کننده و ماسک. بعضی از نرم کننده استفاده میکنن، بعضی هم از ماسک، بعضی هم از دوتاش، ولی چیزی که مهمه اینه که قبل از استفاده از اینا حتما باید آب اضافه موهاتون رو بگیرید. یکم عجیب غریب به نظر میرسه، ولی این کار همین که اون فریز موهاتون رو بعد از حمام میگیره، همین که باعث میشه اون مواد توی ماسک و نرم کننده سریعتر جذب موهاتون شه. پس اول با حوله خشک آب موهاتون رو آروم بگیرید و بعدش نرم کننده یا ماسک رو به پایین موهاتون بزنید و بذارید 7 تا 10 دقیقه روی موهاتون بمونه. یادت باشه که نرم کننده به ریشه موهات نزنی، به خاطر که منافذ سرتون میبنده و باعث ریزش موهات میشه و اینکه بیشتر از اون مقداری که لازمه ماسک یا نرم کننده به موهات نزن، به خاطر که موهاتو سنگین میکنه و از اون حالتی که داره در میاره و فقط موهاتو چرب میکنه و هیچ تاثیر دیگه ای نداره. و بیشتر از اون 7 تا 10 دقیقه ماسکو گذاشتن روی موهات باز همون فقط موهاتو چرب میکنه و هیچ تاثیر دیگه ای نداره. همه اینایی که گفتم به سلامت مو خیلی کمک میکنن، پس اگر به موهات اهمیت میدی این ویدیو رو سیو و لایک کن و واسه دوستاتم بفرست. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. مرسی از وقتی که گذاشتید و تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.